خانم مریم رجبی، اتحادیه اروپا باید بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مراکز اصلی سرکوب و تروریسم را لیست گذاری تروریستی و مورد تحریم همه جانبه قرار دهد. رامایاد، مجاهدین دولتی هستند که آمادند ایران را از ویرانی نجات دهند. گوشمالی یک آخوند توسط جوانان در مشکین دشت کرج. روز شنبه ایرانیان آزاده و پشتیبانان مقاومت در تظاهرات بزرگی در استکهلم خواستار یک سیاست قاطع و تحریم‌های همه جانبه علیه رژیم آخوندی، لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و بیت خامنه‌ای و همچنین به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت به منظور سرنگونی رژیم آخوندی شدند. آنها پشتیبانی همه جانبه خود را از سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی اعلام کردند و از خانم مریم رجوی و پلتفرم 10 ماده‌ای او برای ایران آینده حمایت کردند. ایرانیان آزاده هر گونه رابطه و تبلیغ برای رژیم آخوندی را قویاً محکوم کرده و از دولت‌های اروپایی خواستار محاکمه، مجازات و اخراج مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس شدند. خانم مریم رجوی تظاهر کنندگان را صدای خروشان کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی در سراسر جهان توصیف کرد که برای رهایی مردم ایران از اختناق و فقر و بی‌عدالتی قیام کردند. خانم رجوی گفت روزگار مماشات با فاشیسم مذهبی در ایران به پایان رسیده و ایستادگی و قیام مردم این رژیم را به انتهای خط رسانده است. خانم رجوی از اتحادیه اروپا تحت ریاست دوره‌ای فنلاند خواست مراکز اصلی آزادی کش و سرکوب و تروریسم یعنی بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را لیست گذاری تروریستی نموده و مورد تحریم همه جانبه قرار دهد و مزدوران این رژیم را محاکمه و مجازات و اخراج کند و حق مردم ایران را برای مقاومت به منظور سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم به رسمیت بشناسد. در گردهمایی سوئد تعدادی از شخصیت‌های سیاسی سخنرانی کردند، از جمله رامایاد وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه، اسکارسن نماینده پارلمان سوئد، سناتور لوچو مالان عضو مجلس سنای ایتالیا، سناتور جرالد میشایل هورکان و سناتور جان پری از ایرلند، ادوارد جولیوس ستولنس وزیر پیشین محیط زیست ایسلند و کیمو ساسی پارلمانتر سابق از مجلس فنلاند. در این گردهمایی خانم رامایاد در سخنرانی خود با اشاره به کنفرانس و گردهمایی 5 روزه مقاومت در اشرف سه گفت آنچه من در آنجا دیدم گوشه ای از توان و اراده خلل ناپذیر مقاومت برای آزادی ایران است. آنها نه یک اپوزیسیون یا حتی آلترناتیو، بلکه در حکم دولتی هستند که آمادند ایران را از ویرانی و نابودی که دیکتاتوری مذهبی به ارمغان آورده است نجات دهند. جوانان مشکین دشت کرج نیمه شب پنجشنبه 27 تیر یک آخوند مزدور به نام امیر دهخان حسنزاده را که به جوانان توهین و تحت عنوان دجالگرانی نهی از منکر برای آنها مزاحمت ایجاد کرده بود شدیداً گوشمالی داده و روانی بیمارستان کردند. جوانان سپس با حمایت مردم صحنه را به سلامت ترک کردند. جمعی از زلزله‌زدگان 3 روستا از توابع سرپل و ذهاب روز شنبه در اعتراض به لغو نشدن بازپسگیری وام‌هایی که رژیم برای ساخت و تعمیر خانه‌های آنها پرداخت کرده است تجمع کردند. تجمع کنندگان تراکت هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود
زلزله زدگان را دریابید، وام ها را از ما نگیرید، و زلزله زدگان توان پرداخت وام ها را ندارند.